خب یه دکمه اینجا وجود داره به اسم information. وقتی من این information رو کلیک کنم روش، ببینید نوشته target volume شما 100 سیسی هستش. چیزی از این 100 سیسی که مونده داخل میکروست شما چیزی هولوش 99.7 سیسی هستش. خب چیزی هولوش 99.7 سیسیش مونده، میگه چقدرش رفته؟ چیزی هولوش 4 سیسیش هم رفته، infused شده برای بیمار. خب یه بار دیگه دکمه اینفورمیشن رو که بزنم، اطلاعات تایم به من میده، میگه آقا 7 ساعت و 58 دقیقه باقی مونده و چیزی هولوش 2 دقیقه هم هست که این دستگاه داره کار میکنه. پس این در واقع دکمه های اینفورمیشن است. خب فرض کنید الان یه داروی برای مریض در حال جریانه، مثلا دوپامین داره میره برای مریض با 12 قطره در دقیقه. حالا همین لحظه فشار بیمار به شدت دراپ میکنه، فشارش میاد پایین. ما میترسیم، میگیم آقا سریع 10 سیسی از این دارو رو شما بولوس براش در واقع تزریق کنید. خب ما میخوایم ببینیم بولوس این دستگاه چجور فعال میشه. ببینید الان چیزی به اسم بولوس روی این دستگاه وجود نداره. قبل از اینکه من بخوام بولوس رو فعال کنم، باید در واقع قبل از اینکه من بخوام برای بیمارم بولوس شارژ کنم، در واقع باید گزینه‌های بولوس رو روی این دستگاه آن کنم. به چه صورت؟ من اول استاپ رو میزنم روی قسمت SF. SF یعنی specific function، یعنی در واقع فانکشن های خاص. میزنم روش، یه بار که بزنم میگه آقا دوز کلکولیتد، یک گزینه هست که برای محاسبات داره استفاده میشه. یه بار دیگه که بزنم روش، نوشته بلوس مود مساوی با آف، یعنی بلوس مود این دستگاه فعلا آفه. من میام اینو روشن میکنم، با در واقع فشردن دکمه آن این دستگاه روشن میشه. الان دو تا گزینه اینجا هست، یکی ریت، یکی ایند. اگه پشیمون شدی میخوای دوباره همچنان بلوس مود در واقع خاموش باشه، ایند رو بزن و برگرد به حالت تنظیمات اول. اگه نه، دکمه ریت رو بزن. وقتی دکمه ریت رو بزنی میگه آقا یه سرعتی برای من تعریف کن. مثلا وقتی شما دکمه بلوس میزنی، من با چه سرعتی در دقیقه برای مریض شما بلوس کنم؟ مثلا من میگم در تنظیمات بلوس بشه مثلا 50 سیسی در ساعت. پس الان وقتی من دکمه بلوس سرعتش رو اینجا در واقع تنظیم کردم، میگم 50 سیسی در ساعت سرعت بلوس من باشه. خب انتخابش میکنم، بعد دکمه اند رو میزنم و دوباره شروع میکنه به در واقع انفوزیون همون دارویی که داشته مریض میگرفته. الان یه گزینه اینجا اضافه شده به اسم بلوس. حالا من وقتی دکمه بلوس رو بزنم از شما میپرسه، میگه چقدر میخوای برای بیمارت مثلا بلوس بشه؟ فرض کن من میگم 1 سیسی. پس الان 1 سیسی، میگه آقا میخوای 1 سیسی برایش بلوس بشه؟ میگم بله. وقتی 1 رو بزنم، ببینید در واقع میگه که الان با سرعت 50 قطره در دقیقه میخواد در واقع دارو رو میفرسته داخل بدن بیمار تا به 1 سیسی برسه. بعد از اینکه 1 سیسی هم تموم شده، دوباره برمیگرده به تنظیمات اول. اگر هم پشیمون شدی از در واقع بلوس، این دکمه استوپ رو میزنی و دوباره برمیگرده به تنظیمات قبلیش. خب اینم بحث بلوس بوده. خب اما وقتی شما دستگاه رو روشن میکنی، یادتونه گفتم 3 تا گزینه وجود داره. یکی در واقع میلیلیتر در ساعت تعداد قطرات، یکی والیوم و یکی تایم. اما در مورد SF صحبتی نکردیم. ببینید وقتی من SF که مخفف specific function هست، یا در واقع تنظیمات خاص هست، اقدامات خاص هست، این رو وقتی بزنم، اگر یک بار روش کلیک کنم، اول میاد دوزاج کلکولیتد آف. یعنی چی؟ محاسبات دارویی هست. مثلا من با این دستگاه میتونم محاسبات دارویی انجام بدم. به چه صورت؟ روی SF کلیک میکنم تا به گزینه دوزاش کلکولیتد برسم. وقتی رسیدم دکمه آن رو میزنم. وقتی دکمه آن رو زدم، دیگه الان محاسبات دارویی من شروع میشه. ببینید همون اول یه گزینه داره آف، یعنی اگه میخوای خاموش بشی دوباره برگردی به حالت اول، دکمه آف رو بزن، از دوزاش از در واقع محاسبات دارویی خارج میشه. خب اینجا ببینید یک ستاره چشمک زن وجود داره، میگه آقا حساب کن این محلولی که شما درست کردی چند میلی گرم در سی سی میشه. مثلا میگم فرض کنید من 200 میلی گرم دوپامین رو میریزم داخل 100 سی سی میکروست. خب پس داخل این محلولی که من درست کردم، 1 سیسیش چند میلی گرم دارو داره؟ طبیعتا میشه 2 میلی گرم هستش. اما یه گاهی از همین هم همکاران ما نمیتونن حساب کنن، یعنی نمیتونن حساب کنن که 200 میلی گرم داروی دوپامین ریختن داخل 100 سیسی میکروست، الان 1 سیسی چند میلی گرم وجود داره.
این دستگاه فکر اینا رو هم کرده، میگه اشکال نداره شما این دکمه که فلش هست رو بزن میای بالا. الان ببینید ستاره چشمک زن اومده بالا، میگه آقا کل دارو چند میلی گرمه؟ مثلا من میگم آقا دوپامین من کلا 200 میلی گرمه، میگه قبول. بعد دکمه این فلش رو میزنی میای کجا؟ میای اینور. میگه آقا شما درست اینجا در واقع میلی گرمت رو انتخاب کردی، حالا بیا اینجا سی سی تام انتخاب کن. یعنی چی؟ یعنی میکروست چند سی سیه؟ میکروست من مثلا 100 سی سیه. خب الان خودش برات حساب کرده، میگه آقا پس اگر 200 میلی گرم دارو رو ریختی داخل 100 سی سی میشه 2 میلی گرم در سی سی غلظت شماست. بعد این رو اوکی میکنیم. خب حالا میگه وزن بیمارت هم اینجا باید بدی. وزن بیمار شما مثلا 70 کیلوگرمه، من مینویسم 70 کیلوگرم، یه اوکی میزنم. حالا ببین چی میگه. میگه آقا دوزی که اوردر شده رو شما بنویسید، مثلا دوپامین شده 5 میکروگرم پر کیجی پر مینیت، من این 5 رو مینویسم و دکمه ریت رو میذاره برام. پس الان خودش داره به من میگه که این تا محاسباتی که شما کرده میشه 10.5 قطره در دقیقه. خب حالا بریم سراغ ادامه SF. ببینید وقتی SF رو یه بار زدم در مورد دوزاش کلکولیتد بود که حساب کردیم، در واقع دومیش نوشته بلوس مود که در موردش صحبت کردیم آن و آف میشه. یه بار دیگه دکمه SF رو که بزنم نوشته استند بای فانکشن. خب این استند بای فانکشن چی هست؟ اولا من یه توضیح بدم. فرض کنید شما یه بیماری دارید که مثلا داره دریپ لازیکس میگیره، بعد حالا مثلا ساعت 2 و 3 در واقع دستشویش گرفته میخواد بره دستشویی. خب شما باید ست سرم رو از بیمار جدا کنی، بیمار بره دستشویی. حالا چند تا کار میشه انجام داد. چیکار میکنیم؟ مثلا میگم یه لحظه من این حساب کنم، فرض کنید 100 سی سی دارو با سرعت 10 قطره داره برای مریضت میره. خب حالا همینجا بیمار میگه که من دستشویی دارم، بین جدا کنم میخوام برم دستشویی. خب شما استوپ رو میزنی، یه راهش اینه که استوپ رو بزنی، ست سرم رو از بیمار جدا کنی، بیمار میره دستشویی و برمیگرده. حالا این یه ای بی داره، این هر دو اگر که در واقع تا 2 دقیقه بیمار شما برگشت که هیچ، اما اگر تا 2 دقیقه برنگشت این یه آلارم میزنه به اسم آلارم ریمایندر. یعنی چی؟ یعنی به یادآوری میکنه که آقا 2 دقیقه است این دستگاه به بیمار وصلی، بیا وصلش کن. خب شما میخوای این آلارم رو نزنه برای شما، پس ببینید الان داره با سرعت 10 سی سی در دقیقه 10 سی سی در ساعت داره در واقع انفوزیون میکنه، بیمار شما میخواد بره دستشویی. شما اگر این استاپ کنید بیمار رفت دستشویی، مثلا 10 دقیقه کارش طول بکشه، هر 2 دقیقه برای شما آلارم میزنه، شما میخوای آلارم نزنه. میای چیکار میکنه؟ میای اس اف رو میزنید. خب اگه دفعه اول بزنید دوزاش کلکولیتد میاد، دفعه دوم بزنید بلوس مود میاد، دفعه سوم که بزنید استند بای فانکشن میاد که الان روی آف هست. من میخوام اینو آن کنم، وقتی آن بشه خودش به شما میگه، میگه آقا چند ساعت میخوای رو مود استند بای بمونه؟ مثلا بیمار رفت دستشویی، حالا ممکنه مثلا نمیدونم یه ساعتی هم کار داشته باشه، مثلا یه ساعت و نیم 2 ساعت نیاد. پس من میگم آقا استند بای برای 2 ساعت باشه. پس استند بای من برای 2 ساعت باشه. 2 ساعت. پس الان این دستگاه برای 2 ساعت آلارم ریمایندر به شما نمیده. ماکسیموم تایم هم که میتونه این دستگاه رو در حالت استنبای قرار بده 24 ساعته. پس من 2 ساعت اینو میخوام رو حالت استنبای قرار بدم. حالا چی شده؟ حالا بیمار من ببینید الان با سرعت 10 سی سی در ساعت داره براش دارو انفوزیون میشه، حالا میگه دستشویی دارم. وقتی دستشویی داشته باشه عرضم به حضور شما، من اینو استاپ میکنم میفرستمش دستشویی. حالا بیمار تا 2 ساعت هم که نید این دستگاه آلارم در واقع ریمایندر رو نمیزنه. خب اینم برای بحث ریمایندر. حالا بعد عرضم به حضور شما دوباره میام روی تنظیمات SF. اگر یه بار بزنم دوزاش کلکولیتد، 2 بار بزنم بلوس مود، 3 بار بزنم استند بای، 4 بزنم در دفعه 4 بزنم تنظیمات فشار هست، دفعه 5 بزنم دریپ کنترل هست، این باید آف باشه. اگر دریپ کنترلش روشن باشه آلارم های در واقع دم به دقیقه داره آلارم میزنه. خب دفعه بعدی هم که بیایم ظرفیت باتری رو به ما نشون میده، دفعه بعدی هم که روش کلیک کنم ببینید صدای آلارم داره میده. من میتونم با این دکمه کمش کنم صدای آلارم رو و میتونم با این آلارم با این دکمه صدای آلارم رو زیاد کنم. خب عرضم به حضور شما در واقع بقیه تنظیمات هم دیگه همین بوده. پس کل کار با دستگاه پمپ انفوزیون همش همینه.